چه نزدیک است جان تو بجانم، که هر چیزی که اندیشی بدانم که تو چه فکری میکنی. و این در صورتی امکان پذیر هست که من خدا رو میشناسم. و چه کار میکنم؟ میتونیم بشنویم؟ من خدا رو میشناسم، بهش اعتماد میکنم، ولی در دعا با او وقت میذارم، در کلام. هر کسی میتونه خودش بپرسه امروز چقدر وقت به خداوند داده برای دعا؟ چقدر کلام رو خوندیم؟ کلام رو خوندیم یعنی کاملا لمسش کردیم، حسش کردیم. نه اینکه من یه کلام رو بخونم فقط بگم یه کاری رو انجام دادم. کلام رو برای ثواب نخونید، کلام رو بخونیم که بتونیم خدا رو بشناسیم و رابطه نزدیکمون با خدا رو چگونه بتونیم ایجاد کنیم. پس در دعا و در کلام، در پوری روح القدس، طلبیدن پوری روح القدس. آیا پوری روح القدس رو میطلبیم؟ آیا طالب پوری روح القدس هستیم؟ از عطایا هر کسی به خودش جواب بده. عطای شما چیه؟ از خودت بپرس عطای تو چیه. اگر میگی نمیدونم، داله برای این نیست که عطا نداری، برای اینکه انقدر در حضور خدا نبودی که از اون قوت روح القدس پر بشی و از عطای خود استفاده کنی. ترسیدی، نگران بودی. شاید من توی کلیسا به خاطر زمان کمی که داریم 4-5 نفر از خادمی رو همیشه استفاده کنیم، برای دعا کردن، برای پرستش، برای خدمت. اما داله برای این نیست که شماها دور از عطایای خدا هستید. خداوند همه ما رو خونده برای این که بتونیم اون رو خدمت کنیم به توسط عطایا. اما این ما هستیم، آیا با عطای خودمون آشنا هستیم و یا نه؟ آیا در کلیسا خدمت میکنیم صادقانه؟ آیا در مسیر خدمت در حضور خداوند هستیم یا نه؟ اگر این گونه هستیم، میتونیم بگیم شکرگزار ما، شکرگزار قلبی هست که با تمام وجودمون میتونیم نام او رو جلال بدیم و همچون بخوری خوشبو شکرگزاری ما به حضور خدا برسه. شکرگزاری هست که به توسط فقط روح القدس میتونه.